گذرگاه اسپین بولدک پس از 4 روز دوباره گشایش یافت. بازگشت ظریف غفاری به افغانستان. من دختر این مملکت هستم. جنگ اوکراین. ترامپ درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. و در پایان طالبان به زوال شدنشان مهر تایید گذاشتند. مشروع خبرها: طالبان از بازگشایی دوباره گذرگاه اسپین بولدک خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، مقام‌های محلی قندهار می‌گویند که گذرگاه اسپین بولدک چمن پس از 4 روز مسدود ماندن امروز برای ترافیک باز شده است. تولونیوز می‌نویسد که این گذرگاه روز پنجشنبه هفته گذشته در پی درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی مسدود شده بود. قابل ذکر است که مرزبانان طالبان و پاکستانی طی 6 ماه اخیر تا کنون چندین بار با هم درگیر شدند. در ولایت ننگرهار و نیمروز نیروهای مرزی طالبان مانع حصارکشی مرزی شده و در ولایت نورستان دو طرف عملا با هم درگیر شدند. بازگشت ظریف غفاری به افغانستان. من دختر این مملکت هستم. ظریف غفاری، شهردار سابق میدان شهر و برنده جایزه زنان شجاع به افغانستان برگشته است. او با تایید این خبر گفته که من دختر این مملکت هستم. خبرگزاری دولتی باختر که از سوی طالبان کنترل می شود گزارش داده که ظریف غفاری، شهردار پیشین میدان شهر، مرکز ولایت میدان وردک و یکی از فعالان مدنی، پس از نزدیک به 6 ماه سرگردانی و مهاجرت به کشورهای اروپایی، دیروز یک شنبه هفتم اُحد از برگشتش به افغانستان خبر داده است. وی با سقوط دولت پیشین کشور را ترک کرده بود. خانم غفاری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که من دختر این مملکت هستم و در هر خوبی و بدی غیر سیاسی و بی‌طرفانه در کنار این ملت خواهم بود. او پیشتر یکی از دریافت کنندگان جایزه زنان شجاع وزارت خارجه امریکا شده بود. وزارت امور خارجه امریکا جایزه زنان شجاع را همه ساله به زنان اهدا می کند که بیشترین تلاش را برای تامین صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش زنان در کشورشان کرده باشند. این برنامه از سال 2007 آغاز شده است. خانم غفاری برای آغاز به کارش به عنوان شهردار میدان شهر با دشواری‌های بزرگ روبرو شد. او ماه‌های پس از صدور حکم انتصابش عملا نمی‌توانست آغاز به کار کند. میدان وردک از مراکز عمده طالبان و حزب اسلامی محسوب می‌شود که حضور زن در رأس یک اداره مهم دولتی را تحمل نمی‌کردند. طالبان به زوال شدنشان مهر تایید گذاشتند. رابعه سادات در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: طالبان با تجاوز به حریم خصوصی مردم شمال، به ویژه باشندگان خیرخانه، پنجشیر، اندراب، پروان و کوبیسا، به زوال شدنشان مهر تایید گذاشتند. جنگ اوکراین. ترامپ درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. گسترش دامنه جنگ میان نیروهای روسیه و نظامیان اوکراین نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. در تازه‌ترین واکنش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. رئیس جمهور پیشین آمریکا روز گذشته یک شنبه هفتم اُحد گفته است که تهاجم نیروهای روسیه به اوکراین می‌تواند به جنگ جهانی دیگر منجر شود. ترامپ تاکید کرده که جنگ روسیه و اوکراین هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. او گفته است این یک چیز وحشتناک است، هرگز تحت شرایط نباید اتفاق نمی‌افتاد. وای در گفتگو با فاکس نیوز گفته است که دولت بایدن باید بیشتر از تحریم‌ها اقدامات انجام دهد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متوقف کند. ترامپ گفته است که در حال حاضر مهمترین مرز برای ما مرز اوکراین نیست، مرز ایالات متحده است. بایدن باید قبل از این که نیروها را برای دفاع از مرزهای اروپا بفرستد، برای دفاع از مرزهای خودمان به تگزاس بفرستد. این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا، اخیراً در سخنرانی خود گفته بود که نیروهای آمریکایی را به شرق اروپا اعزام می‌کند. در همین حال آمریکا 8500 سرباز ارتش خود را به منظور تقویت متحدانش در اروپا به حالت آماده باش درآورده است. ترامپ همچنین در پیام خود به بایدن هشدار داده که اقدامات او خطر آغاز جنگ جهانی سوم را به همراه دارد. او بایدن را متهم کرده که به میلیون ها نفر اجازه ورود به کشورش را داده، در حالی که نگران امنیت یک کشور خارجی است.
در همین حال ترامپ گفته است که با تهاجم روسیه به اوکراین، چین برای تصرف تایوان جسورتر شده است. وای افزوده است فکر میکنم که چین به هر حال این کار را انجام میدهد. این بیانیات ترامپ در حال صورت میگیرد که از تهاجم روسیه علیه اوکراین 4 روز میگذرد. در این مدت جنگ به شهرهای بزرگ کشیده شده و نیروهای روسیه در حال پیشروی به سمت مراکز شهری هستند. بایدن فرمان کمک نظامی فوری به اوکراین را امضا کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان کمک نظامی فوری به اوکراین به ارزش 600 میلیون دلار را صادر کرد. گزارش از خبرگزاری افاق. جو بایدن روز شنبه خواهان کمک فوری به اوکراین شده و فرمان ارائه کمک نظامی فوری به اوکراین با مبلغ 600 میلیون دلار را صادر کرد. همزمان کاخ سفید از کنگره درخواست کرده با توجه به وضعیت اوکراین بودجه 6.4 میلیاردی را تصویب کند. دولت بایدن میگوید بخش از این بودجه معادل 2.9 میلیارد دلار کمک انسان بشردوستانه، اقتصادی و امنیتی به اوکراین و همسایگانش خواهد شد. سال گذشته نیز دولت آمریکا بیش از 600 میلیون دلار در قالب کمک امنیتی و 52 میلیون دلار به عنوان کمک بشردوستانه به اوکراین کمک کرده بود. 4 روز از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد. اعضای دو حزب در کنگره آمریکا از اقدام مسکو به شدت انتقاد کردند. در صورتی که بودجه مورد درخواست کاخ سفید در کنگره تصویب شود، این پول به صورت اصراری در اختیار وزارت خارجه و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر غربی بر روسیه تحریم‌های جدید وضع کردند. گزارشی از بی‌او‌ای دری. خانم اورسولا فون در لاین، مسئول کمیسیون اروپایی، به روز شنبه 26 فوریه پلان‌های قطع دسترسی روسیه به سیستم بانکداری جهانی سویف را اعلام کرد. خانم دران که در بروکسل صحبت می‌کرد گفت که اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر غربی می‌خواهند که این تحریم‌ها را به هدف ضعیف کردن ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده عملی کنند. وای افزود در پی این تحریم‌ها محدودیت‌های بالای سرمایه‌های بین‌المللی بانک مرکزی روسیه نیز وضع خواهد شد. خانم درلین گفت با قطع کردن رابطه روسیه با سیستم سویفت، بانک مرکزی روسیه قادر به انجام معاملات پولی نخواهد بود. در تحریم‌های پلان شده دیگر، تحریم معاملات شخصی‌های متوامل و پرنفوذ سیاسی روسیه در بازارهای اتحادیه اروپا نیز شامل می‌باشد. روسیه ادعا می‌کند که فقط مراکز نظامی را هدف قرار می‌دهد، ولی از آغاز تهاجم پل‌ها، مکاتب و محلات مسکونی را نیز هدف قرار داده است. پس از اعلان این تحریم‌ها، بوریس جانسون سرانجام بریتانیا گفت که اوکراین روزهای سختی را در پیش رو دارد. وای افزود اوکراینی‌ها سخت مقاومت می‌کنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.